هنوز هم لباس رزم می پوشد، نه برای جنگ که برای تولید. اینا رو خودمون کشف کردیم. قبلا در جبهه جنگ می جنگیدم، حالا هم در جبهه کار تلاش. عباس علی مختاری 56 سال دارد و اهل تیران. نفس‌های امروزش یادآور گذشته ای افتخار آفرین است. خاطر مظلومیت هم یه عملایی که کردم و این داروهای بیهوشی رو بهم زدن، این نفس هم میگیره. رزمنده ده ها عملیات در غرب و جنوب کشور است. ولفرض ده منطقه حلبچه عراق. ترکش از این قسمت صورتی من یه سوراخی کوچیک کرده و رفته بود داخل دهنم. لسه نبود، استخونه زیری بینی نبود، ترکش از اینجا اومده بود بیرون. قبل از مجروحیتم این بودم، این منم، اینم پسرم اومه که تو همین عملیات شهید شد. منطقه عملیاتی فاوه، منم اینه که خوش آیرم. تمومی بدنم یه تیغ جراحی رو خورده. 18 سال با بیمارستان و تیغ جراحی سر و کار داشتن به زبان آسان است. بیشتر از 65 بار عملی جراحی کردم. از بینی نمیتونم نفس کشم. شب که میخوابم دهنم خوش میشه، چشمم بسته نمیشه کامل. وقتی پیک نزنم خوش میشه و زخم میشه. چشمی راستم و گوشی راستم هم از کار افتاده، نمیبینه ده نمیشنوه. علاوه بر استخوان برداری از اندامهای مختلف بدنش برای ترمیم فک و صورت، خوب آهنکاری کردن صورتمونه که دیگه میگفت که فولادی آب دیده شده. و ما امروز برای امرار معاش روزگار را به سختی میگذاراند. اگه نیست برای همه نبایی باشه، اما اگه هست نباید برای چه میدونم آقازاده و اون باشه، برای بقیه مردم نباشه. اگر خون دل بود ما خورده ایم، اونجا میزنگیدیم پست مقامی که به کس نمیزدم. هدف این بود که همه برادر برابر باشن. گواهی بخواهید اینک بابا، همین دفعی که نشمرده ایم. عباس علی که جانباز 70% است، هدفش پاسداری از آب و خاکمان ایران بود. یکی بهم میگه مش خورده تو صورت رنگی شده، میگم نه. یکی میگه تصادف کرده، میگم نه. سر و پو اگر زرد و پشمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای. این شهید زنده که روایتگر ایثار، جانفشانی و استقامت و بردباری است، امروز با همسر و سه فرزندش همچنان به این خاک و ریشه وابسته است و عشق می‌ورزد. اما عباس علی مختاری با یاد و خاطره دفاع از سرزمینمون، امروز پرتلاش و صبور از صنعت تولید دفاع می‌کنه. رامین زال، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان تیران و کربن.